یه جام جهانی دیگه داره شروع میشه و بهترین بازیکن‌ها از هر ملت وارد زمین میشن و برای فوتبال کشورشون مسابقه میدن. اما خب از طرف دیگه یک سری از فوتبالیست‌ها هستن که علارغم کیفیت بسیار بالایی که دارن به تیم ملی خودشون دعوت نشدن و از جام جهانی قطر جا موندن و جنجال‌های زیادی رو به پا کردن. من حامدم و اینجا کانال ورزش هاب و توی این ویدیو رفتیم سراغ بهترین بازیکن‌هایی که به تیم ملی خودشون برای جام جهانی قطر دعوت نشدن. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب کانال و همینطور فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خوب میریم سراغ مورد اول، روبرتو فرمینو. نبود روبرتو فرمینو در ترکیب تیم ملی برزیل برای جام جهانی قطر خیلی ها رو سورپرایز کرد. اگرچه فرمینو چند فصل اخیر رو خوب کار نکرده، اما خب فصل جدید رو بسیار خوب شروع کرده بود و نتایج خوبی هم گرفته بود. او در طول 18 تا بازی 8 تا گل زده و 4 تا پاس گل داده که اصلاً آمار بدی نیست. او در ترکیب لیورپول ثابت بازی میکنه و تمام کارهایی که بهش داده بودن رو درست انجام داده و حقش بود که به قطر بره. اما خب ظاهراً این برای مربی تیم ملی برزیل کافی نبود و جای فرمینو رو در تیم ملی برزیل توسط ریچارلیسون پر کرده. این هم خیلی عجیبه، چون فرمینو نسبت به ریچارلیسون میتونه توی پست‌های بیشتری بازی کنه و برای همین میشد استفاده‌های خیلی بیشتری از او در زمین کرد. تازه جناب ریچارلیسون هم خودش در تاتنهام تعویضی هست و این فصل هم چیز خاصی نشون نداده و آمارش هم نسبت به فرمینو بسیار پایین‌تره. ولی خب در کل الان کار از کار گذشته و فرمینو در جام جهانی قطر حضور نخواهد داشت و این یک حقیقت تلخ برای خود این بازیکن و بسیاری از طرفدارهای برزیله. داوید دخیا. قضیه داوید دخیا هم یک تصمیم بسیار سختگیرانه هست و او به واسطه همون تصمیم به تیم ملی اسپانیا دعوت نشده. داوید دخیا اصلاً یه بار هم برای تیم لوئیس انریکه بازی نکرده. دلیلش هم اینه که این مربی با سوتی دادن‌های گاه‌گاه این بازیکن و نداشتن قابلیت بازی با پای قابل اتکا مشکل داره. دروازه‌بان‌هایی مثل اونای سیموس که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می‌کنه، رابرت سانچز از برایتون و یا بنفورد داوید رایا برای لوئیس انریکه دروازه‌بان‌های مورد علاقه تری نسبت به داوید دخیا هستن. برای همین هم هست که او دخیا رو به تیم ملی دعوت نکرده و ما او رو در ترکیب نمیبینیم. ولی خب اگرچه دخیا در طول دوران حضورش در منچستر یونایتد اشتباهاتی رو انجام داده، اما خب این اشتباهات ادامه دار نبودن. در بیشتر مواقعی که او گل خورده اشتباهات اصلی از مدافعان بوده و تازه او این فصل هم عکس العمل‌های عالی از خودش رو نشون داده و در مواقع بسیار حساسی دروازه منچستر یونایتد رو امن نگه داشته. الان دخیا در لیست کلینشیت‌های لیگ برتر انگلستان مقام چهارم رو داره و این نشون میده که او خیلی زودتر از موعد از لیست تیم ملی خط خورده. دخیا حداقل توانایی این رو داشت که روی نیمکت تیم ملی اسپانیا بشینه و با تجربه بالای خودش به تیم کمک کنه و به بازیکن‌ها روحیه بده. اما خب ظاهراً لوئیس انریکه به این حرفا اعتقادی نداره و به دخیا شانسی نداد که به نظر خیلی‌ها غیر منصفانه است. سرجیو راموس. سرجیو راموس دیگه نیازی به معرفی نداره و همه اون رو به خاطر دعواهاش در زمین و البته قابلیت خوب دفاعیش میشناسن. اما خب او هم مثل دخیا در جلوی چشمان لوئیس انریکه بازیکن نیست که شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی اسپانیا رو داشته باشه. این مدافع اسپانیایی 180 بازی رو برای اسپانیا به میدان رفته و 23 تا گل رو با وجود اینکه یک مدافع هست به ثمر رسونده که واقعا عالیه. راموس یکی از مهره‌های اصلی اسپانیا در بردن یورو در سالهای 2008 و 2012 بود و همینطور یکی از بازیکنان کلیدی در بردن جام جهانی سال 2010. این آمار خودش خیلی قابل احترامه، اما لوئیس انریکه به این قضیه اهمیتی نمیده. این درسته که یک بازیکن باید به خاطر توانایی‌هاش به میدان بره نه به خاطر اسم و رسمش. اما خب راموس علاوه بر داشتن اسم و رسم توی فرم بسیار خوبی هم قرار داره. فصل اول سرجیو راموس در پاریس سن ژرمن به خاطر مصدومیت‌های پشت سر همش موفقیت‌آمیز نبود. اما خب او الان مصدومیت‌های خودش رو برطرف کرده و به یک شرایط فیزیکی عالی رسیده و جای خودش رو در ترکیب اول پی اس جی محکم کرده. حتی با وجود این سن بالاش راموس از لحاظ تکنیکی هم پیشرفت زیادی کرده. او به راحتی مهاجم‌ها رو دریب میزنه که واقعاً جالبه. تازه علاوه بر همه اینها تنها نقطه قوت سرجیو راموس تجربه و تکنیک بالای او نیست. او شخصیت بسیار کاریزماتیکی داره و توانایی رهبری تیم ملی اسپانیا رو داره که خیلی به درد این جام جهانی میخوره.
برای همین هم وقتی که او به تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی دعوت نشد، خیلی از همتیمی‌های او در پاریس سن ژرمن در فضای مجازی از او دفاع کردند. اما خب به طرز عجیبی لوئیس انریکه معتقده که اریک گارسیا از بارسلونا که خیلی وقتا در این فصل خرابکاری کرده و سوتی داده و حتی لقب هری مگوایر اسپانیایی رو بهش دادن، گزینه بهتری نسبت به سرجیو راموس است. باور این قضیه خیلی سخته. این که راموس در جام جهانی حضور نداشته باشه بسیار غیر طبیعی و نادرست هست و به نظر میاد که خیلی از اسپانیایی ها هم از ندیدن راموس در جام جهانی قطر ناراحت باشن. فیکایو توموری. فیکایو توموری یک مدافع انگلیسیه که داره برای تیم آس میلان بازی میکنه و برای دو فصله که داره در این تیم بسیار عالی عمل میکنه. اما خب با این وجود او به تیم ملی انگلیس دعوت نشده. او بسیار خوب عمل کرده و 17 تا کلین شیت رو در کارنامه خودش داره. اما خب مربی تیم ملی انگلیس گرت ساوتگیت به این نتیجه رسیده که به توموری احتیاجی نداره. بعد از اینکه لیست نهایی تیم انگلیس برای جام جهانی قطر اعلام شد و اسم توموری داخل اون نبود، خیلی از طرفدارها هشتگ عدالت برای توموری رو راه انداختن و به این قضیه اعتراض کردن. طرفدارها از اینکه هری مگوایری که داره این روزا توی بدترین دوران فوتبالیش بازی میکنه به تیم ملی دعوت شده و توموری که داره در میلان میترکونه و به تیم ملی دعوت نشده، حسابی عصبانی هستن. گرت ساوتگیت هم در جواب به این اعتراضات جواب عجیبی داد. او گفته ما با تجربه ترین مدافعهامون رو انتخاب کردیم، جوانترها خوب عمل کردن، اما خب فکر میکنم که تجربه کافی رو نداشته باشن. مگوایر یکی از بهترین دفاع وسطهای ماست. از طرف دیگه یک فرضیه بین طرفدارهای فوتبال انگلیس هست که میگه گرت ساوتگیت فقط بازیکنانی رو دوست داره که در شش تیم اول لیگ برتر انگلیس بازی کنن. اونها میگن که این مربی لیگ‌های کشورهای دیگر رو نگاه نمی‌کنه و در مقابل بازیکن‌هایی که در شش تیم برتر لیگ برتر انگلیس بازی نمی‌کنن، منصفانه عمل نمی‌کنه. اگرم فکر کنیم این قضیه یه جورایی منطقی به نظر میاد، وگرنه چجوری میشه توضیح داد که مگوایری که در این فصل یه عالم اشتباه کرده به جای توموری به میدان بیاد که داره آتیش تنفس میکنه و یه عالم کلین شیت داشته. فرلان مندی. آخرین بازیکن بدشانس لیست ما فرلان مندی هست، دفاع چپ اصلی تیم بزرگ رئال مادرید که در کمال تعجب هیچ جایی در لیست تیم ملی فرانسه در جام جهانی قطر نگرفته. حتی عملکرد عالی او برای رئال مادرید در فصل قبل که منجر به بردن لالیگا و لیگ قهرمانان شد هم نتونسته مربی فرانسه رو قانع کنه که او رو به تیم ملی بیاره. فرلان مندی در فصل قبل روی صحنه‌های بسیار حساسی از جمله نیمه نهایی لیگ قهرمانان دروازه رئال مادرید رو نجات داده. اگرچه مندی نقطه ضعفایی هم داره، مثلا بعضی وقتا که به حمله میره از دفاع جا میمونه، اما خب قابلیت‌های خوب او بسیار زیادتر از این حرفا هستن و میتونه خیلی به درد تیم ملی فرانسه بخوره، ولی خب ظاهراً مربی اینطوری فکر نمی‌کنه. از طرف دیگه تئو هرناندز مدافع چپ تیم آس میلان هم الان حسابی روی فرم هست و همین دیدیر دشامپ رو قانع کرده که به فرلان مندی احتیاجی نداره. خوب نظر شما راجع به این بازیکنها و دعوت نشدنشون به تیم ملی چیه و به نظرتون منصفانه بوده و یا نه غیر منصفانه؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل ورزش آب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.